منی؟ داداش با شما؟ با منی؟ میگم با من داری حرف میزنی؟ پس با کی داری حرف میزنی گل پسر؟ اینجا که به غیر از من و خودم و خدام کسی نیست. شما داداش اصلا میدونی با کی داری حرف میزنی؟ حالیت کی جلوت واسطه؟ برو با نستا داداش، برو. میخوای بزنم لهت کنم؟ میخوای؟ غافل پشت من در نیا بابا، به خدا این قلبه هیچی ازش نبود بس که پشت ما در اومدی زهرمونو ترکوندی. ای بابا زل زدی به ما که چی؟ میخوای دست پیشو بگیری؟ هر کی از پشت بزنه مقصر مادر من. داشتی میزدی دیگه، هفتی نکشیده بودم الان زده بودی، یه برامو خور کرده بودی. بذار کمکت کنم. قلابی هرچی مامان، اسباب بازی به قول خودت اکو علکی، وگه نه ما خره کی باشیم رو سر مادرمون تاج سرمون رو ولول بکشیم. حالا اینقدر حرف نزن، اینقدر هیچی نگو که وقتی دهنتو وا کردی هرچی نبدتر نثارمون کنی. میشناسم به دیگه، بزرگمون کردی ناسلامتی دیگه، داری شورش میکنی ها. بیا بشین بزن، یه خبر مشتی دارم واسه. بیا چایت سرد شو، چاییتو شیرینش کنم یا تلخ میری بالا؟ بلا چهار ستونه بدنمو به رشه انداختی تو. غلط کردم. 31 ساله اینهو پلنگ به دندون کشیدمت، حالا که گردنت کلفت شده اصله هرون میکشی. قلابیه به قرآن، یادت نیست سال 71 آقای مرومم واسه هم خرید؟ ارشیا منو دیگه کنسل کن. چیکار کنم؟ کنسلم کن. یعنی دقیقا چیکارت کنم؟ من دیگه نیستم، دیگه گنده شدی. برو بگرد یکی رو پیدا بکن، دورت بگرده دورش بگردی، ترو خشکت کنه ترو خشکش کنی. منو دیگه کنسلم کن، دیگه میخوام واسه خودم باشم. گرفتم مطلبو، تازه فهمیدم قضیه رو. از همون موقعی که پشتم در اومدی تا همین حالا که بلو شدی رو کاناپه همش نقشت بوده، درسته؟ نقشت بود تش برسی به همینجا که رسیدی. مگه من چمه؟ مادرم، حقم عروسم رو ببینم. 6 تا نوه دور و برم بپلکن، چیم کمتر از پولونی و بهمونیه که این میان میشینن تو روم پوز نوه هاشونو میدن. حرف نباشه. حرف زدم؟ یک کلمه هم نمیخوام حرف اضافه بشنفم. 31 ساله به هر سازت رقصیدم، اما از امروز ارشی مامان یه آدم دیگه است. مرد میخوام تو روم وایسته و بهونه بیاره. تا امشبم بهت فرصت میدم، یا اسم اون خوشگل دختری که تو کلته رو مطرح میکنی، یا هرچی رو من رو کردم یه کلام میگی چشم و خلاص. حالیته؟ حالیته؟ بله حالیمه. دیگه یه کلام هم حرف نمیزنی. امروز میرم سر یه شغل جدید. گفته بودی قراره بشی چیکاره؟ گفتن نگید. پس چرا میگی؟ منم که تا ندونم نمیذارم بری. بعد صبحونه رختی بیرون تو میکنی میچپی تو اتاقت، تا وقتی اسم دختر مورد علاقت از دهنت بیرون نیاد از اتاقت بیرون نمیاد. هرچی مامان، من هنوز روسی و یکم، نسل جوان امروزی کجا روسی یک زن میگیره؟ اونم درست تو روزی که بالاخره بعد یه عمر جون کندن دارم میرسم به شغلی که یه عمر دنبالش دویدم. مامان خانم، بنده به خاطر شغل خطیری که دارم لازمه که یه مدت تنها باشم. نمیتونم یه دونه دستگلی رو بیارم اسیر عبیر خودم کنم. من شغلم بالا پایین داره، خطرناکه. اصلا صلاح نیستش که عروس گل تو 5-6 تا نوتو دم به دقیقه دلنگرون سلامت خودم کنم. متوجه شما؟ بچپم تو اتاق؟ بشین تا بچپم. اگه نچپی دیگه پسر من نیستی.
از در که رفتی بیرون برو واسه خودت. انگار نه انگار که یه ننه‌ای داشتی عینه هو پلنگ. منم یادم میره هم بابات بودم هم مامانت. هر کی بره واسه خودش. گفتم سر چه کاری میری؟ گفتن تا نگفتیم به کسی نگین. وقتی بگن بگو میگم بهت. پسر جون تو هیچ میدونی با کی داری حرف میزنی؟ حالیت کی جلوت نشسته؟ من عرشی مامانم، دیپلم سال 55م. حالیم دنیا دست کیه؟ تو نگفتی فه من با فانتوم رفتم تا فرودگاه برگشتم. قضیه فانتومی که گفتی چی بود؟ قضیه اینه که مامانی هستی ارشیا. اینی که تا اسم زن و زندگی میاد پنچر میشی مال اینه که مامانی بار اومدی. 31 ساله چسبیدی ور دل ارشی مامان، برای همین میترسی بری به چسبی ور. تا زن نگیری آدم نمیشی، تا بچه نیاری مرد نمیشی. بزرگ شو، جان مادرت دست از این بچه ننه بازیات بردار. باز جان خودشو قسم خورد. هرچی ماما نکن این کارو با من. من شما غیرت دارم. وقتی قسم میخوری قشنگ افت میکنم. میخوای قسم نخورم همون کاری رو بکن که میخوام. عروس بیار برام. چشم. خداییش؟ خداییش. پس رو کن اسمشو اگه راست میگی. اسم کیو؟ همونی که قراره به غلامیش بری به کنیزیت بیاد. خوشگل دختر. عروسم. حالا حضور ذهن ندارم. یعنی الان کسی تو ذهنم نیست، ولی به جون عرشی مامان دارم میگم، به جون عرشی مامان. به محضی که عاشق بشم این گوشی رو بر میدارم، زنگت میزنم، میگم زنگشون بزنی یه قرار بزنی بریم واسه رد و بدل حلقه و نشون و شیرینی و اینجور چیزا. باشه؟ به قرآن، به روح آقام، اگه عشقت بچکه میشینم کف زمین چنان گریه میکنم که صدام تا مخبر دوله نه شاب دوله از این ببیشه همه بفهمن من بچه ننم. گفته باشم؟ اصلی با دیپلم های سال 55 دوره دارم. یه آماری به هم بده بدم بهشون که سرشناس بشم. هرچی ماما، مرغت که هنوز یه پا داره. میگم هنوز هیچ خوشگل دختری خودشو تو دل من جا نکرده. اون که به جهنم. من اصلا قید نوه و عروس و خوشبختی پسرم رو زدم. آمار چی میخوابت بدم؟ همین شغلی که میگی اله و بله و خفنه. ها اون؟ نه اون خیلی خفنه. اصلا بلش کن، کی براش مهمه؟ پسر عذاب وزیر امور خارجم که بشه مفتش گرونه. ظریف برات بگم، همینقدر بدون که شغلم سکوریتیه. یعنی خلافه؟ خلاف چی چیه هرچی مامان؟ ها پس فارسیشو بگو. گفتن تا نگفتیم نگین، بگن بگین میگمت. خودم از حیم در میارم. نمیخواد در بیاری، بعدم هنوز هیچی نشده تو محل تابلوم کنی. میخوای در نیارم خودت یه چیزی به هم بگو تو دیپلمای سال 55 اصلی بگم سرگنده بشم. فعلا همینقدر بهت بگم که طرف حسابم یه آدم کله گنده ایه. سلام آجا، صبحتون بخیر، احوال شما؟ جانم در خدمتم. بله بله آه. چشم حتما در خدمتم، قربان شما، به امان خدا. سلام پورسلیم، خوبی؟ ماشین کی میاد دنبال من؟ نه نه بگو همین الان بیاد.
حاج آقا زنگ زد گفت داره میره هیئت دولت، نمیتونه جلسه وزارتی باشه، من باید برم داشت رو جلسه. به جمع خوی دست درد نکنه، منتظرم. این دبیرخونه سندیکای فاضلاب هم زنگ بزن بگو جلسهشون رو جابجا کنن. یاد نره ها، نه هم ببینم اینه اون دفعه ده تا پیمانکار قول نشستن تو دفترم. روزن حواست باشه اینا یه بار دیگه بخوان سر هیچ و بوش ازمون برنجن، میرن صد جور برامون حرف در میارن. آره آره تصدقت. باش باش آره، ماشین رو بفرست. خیر ببینی، خداحافظ. روز روشن لامپ علکی روشن نکنین، این هزار بار. نشد. داشت میشد ولی نشد. دو هفته است که نمیشه. حالا دو قطره آب از این شیر بچه که مملکت زیر رو میشه؟ کل خانواده دو ساعت پشت در معطله چیک چیک آبه. کمونده بریزه، هنوزم شاید بریزه. آچار فوت و فن داره محسن خان. هر کسی رو بهره کاری ساختن. کار من همینه. همینه؟ شما فنی لوله و رزبه و زانویی هستی؟ نیستم، ولی شغلم مرتبطه. یا نکنه میخوام بگین شغل بنده ایش ربطی به آب و برق و منابع طبیعی نداره؟ یا شایدم میخوام بگین چک آب اهمیت نداره؟ یا بگین فلان درصد آب مملکت داره تو کشاورزی ادر میره، نه آب شهری؟ خانم جان، دختر خانم، آقا پسر و شما گل پسر و نوجوان، همگیتون بایستی بدونین آب شرب به اندازه آب کشاورزی مهمه. واسه قطره قطره ی آب شور زحمت کشیده شده، پول کلون براش رفته تا رسیده پشت شیر منزل شما. این آب حکم طلا رو داره. من چند دفعه به شما گفتم اوضاع آبی مملکت خطریه، چند دفعه گفتم فردا روز حسرت همین قطره های هدر شده رو میخوریم. جنگ بعدی جنگ دفع نیست، جنگ اقتصاد نیست، جنگ اطلاعات نیست، جنگ آبه. میفهمین؟ جنگ آب. آب با این وضع خوشساری جهانی، اتماع منابع زیرزمینی، مصرف بیرویه و قص الهازا، اگر من و شما به فکر نباشیم و حواسمون رو جمع نکنیم، دنیا به طمع آب برمیگرده به دوران بدویت و بربریت. واسه نیم لیتر آب خون همو میریزیم. اینا رو تا حالا چند دفعه گفتم؟ هزار دفعه. پس چرا تو گوشتون نمیره؟ حرف حسابتون چیه؟ حرف حساب ما اینه که داره میریزه. کاوه جان، بابا، هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. مکان نکته من که داره میریزه کجاست؟ اونجاست دیگه. اجازه بده برم بابا محسن خان. باش ببینم، خودتو نگهدار تا من حرفم تمام بشه. میتونی. حرف من اینه که ما باید از خودمون شروع کنیم. اگه من دکتر اعتبار نتونم بحران نشتی خونه خودم رو از پسش بر بیام، چطور میتونم یه همچین بحران ملی رو مدیریت کنم؟ چطور میتونم شما عزیزانم رو به عنوان الگوی مصرفی نمونه به جامعه معرفی بکنم؟ میتونم؟ آقای دکتر، شما حتی اگه بتونیم بحران ملی رو مدیریت کنید، این نشتی خونه رو محاله. راست میگه. دارم نشتی میکنم. پدر جان، الان من اگه سنگ کلیه بگیرم که جوابگوه؟ الان من اصلا شیر نمیخورم به خاطر اینکه محتویات داخل مسئله هم یاد نشه. انقدر ادب لطفاً، معرفت لطفاً. اینی که گذاشتین گوشه وینگ باباتونه ها. قول میده فردا یه لولیکش بیارن اشتی آبو بگیره. قول بده محسن. خدایش انتظار داری واسه یه چیک چیک آب زنگ بزنم لولیکش بیاد که فردا تو جامعه بپیچه معاون وزیر ارزی شیر آب خونه‌شو نداره؟ پاشو محسن. پاشو بیور صابونه بخور. محسن، پاشو دیگه.
دست درد. این هفته اصلا فرصت پوشه قرمز رو ندارم. هفته قبل هم همینو گفتی. بذار واسه هفته دیگه لیلا جون. همین هم هفته قبل گفتی. فقط لیلا جونه جون نداشت. لیلای خالی بود. الان چون میخوایی یه هفته کارو بندازی عقب، یه جون اضافه کردی ته اسمم که به حساب خامم کنی. به جان خودت 100 تا جلسه کتوکلوف دارم امروز. تو آخر هفته وقت سرخوردن ندارم. جمع کن تو آخر هفته، شنبه یه جا میبرم ردیفشون میکنم. سرکار علیه، عرض بنده اینه رسمی نشو، رسمی نشو محسن خان. چشم. الان 10 روز ملت علاف منن. هر روز 50 تاشون زنگ میزنن که عریضه بدبختی ما رو رسونید دست آقای دکتر. جوابشون چی بود؟ مشکل ما حل شدنی هست؟ ما به درد خودمون بسوزیم یا بالاخره یه نفر به حال روزمون رسیدگی میکنه؟ بابا من کارم آب و فاضلاب و منابع، چه کارم به دادگستری و شهرداری و اداره مالیات و وام مسکن و پراید قسطی و جور کردن جایزی و دیه زندانی و هزار تا درد و مرض دیگه. عریضه ها باید هر کدوم مجرای قانونی خودش رو طی کنه که هر کدوم از این بدبخت ها 6 ماه، 1 سال، 1 عمر بیفتن تو کاغذبازی و امضای علکی، آخر سر هم محض نداشتن پارتی به مراد دلشون نرسن. بابا آخه وقتی میری به فلان کسک رو میندازی چه بسا کارت هم راه بندازه، اما بعدی 100 تا خواسته مربوط و نامربوط ممکنه ازت داشته باشه. همه که پسر پیغمبر نیستن. هر کی پشت میزی میشینه قصدش خدمت به خلق الله نیست. توشون 4 تا نخاله هم ممکنه پیدا بشه. نمیشه؟ همین دیگه، مطلبت همینه. واسه زور داره که آقای معاون وزیر باشی، قائم مقام وزارت باشی، جماعتی به حرفت باشن. اون وقت بخوای بری رو بندازی پیش فلان آقا که کار خلق الله رو را بندازه و گره از کارشون وا کنه. واسه هم زور داره. واسه من تا رو چند تا از این پوشه ها رو دادی دستم رفتم کارگشایی کردم و برگردوندم بهت. من فقط حرفم یک کلمه است، تا هفته دیگه صبر کن. همین. آقای محترم، این میزا به کسی وفا نکرده ها. این بله قربانگویی ها و چشم چشم کردن ها عمرش کوتاهه. فردا روز دیدی نشستی تو خونت، ملت دارن به یه آقای دکتر دیگه بله و چشم میگن. از ما گفتم بود. حرف شما صحیح، ولی من به شما قول میدم هنوزم هفته دیگه حرفم بروه. وردار پوشه رو، بردار عزیزم تا اون روی لیلا بالا نیومده. آفرین آقای دکتر. چشم. آفرین پسر خوب. شبم لازم نیست زود بیای خونه. خانم‌ها قراره تشریف بیارن، ما یه جلسه در مورد محیط زیست داریم. می‌خوایم یه حرکتی بزنیم بلکه این ریزگردا برای همیشه گروشونو گم کنن از این مملکت برن. اونم به روی چشم. فقط جان شوهرت عریضه مریضه دیگه جمع نکن. بذار این یکی رو ختمه به خیر بکنم تا بعد. چشم. صابونت تموم شد، ظرفا رو جمع کن بذار تو سینک برگردم بشورم. کاوه با پسر دکتر ارزنده دوباره شاخ به شاخ شدن. مدرسه هم گفتن تا والدینت نیان نمیشینی سر کلاس. هر چی گفتن پشت کاوه در بیا. کوتاهی یا ما از اون آدماش نیستیم. هر کی خطا کنه باید تنبیه بشه. اولا واسه کاوه خوب نیست که باباش من باشم، خودش لنگ در هوا وایسه دم دفتر نازم. یه تذکری به مدرسه شون بده. ثانیا پسر ارزنده از باباش خط میگیره. محسن، زشت این حرفا. بچه‌ام دارم بچه بازی در میارم. سیاست پدر مادر نداره لیلا جان. نمیشناسی شما این ارزنده رو. از وقتی که من شدم قائم مقام وزارت این داره برام سوسه میاد. هر دفعه هم که یه داستانی درست میکنه، درست همون روز بچه‌اش تو مدرسه میفته به جون کاوه. خیلی خوب، شما درست میگی. بچه ارزنده بچه بازی در میاره. درست این باباش. صبونتو بخور، ظرفارم جمع کن. حالا اگه بشوریم جای دوری نمیره. من رفتم، خداحافظ. خداحافظ. الو؟ بله، سلام. منتظر باشین، همین الان میام. بله، دم در منتظر باشین. Thank you.
یاسر یاسر میثاق یک یاسر یاسر میثاق یک میثاق یک بگوشم یاسر جان میخواستم اعلام کنم ما تو موقعیت مستقریم اما جناب معاون خبری نیست میثاق جان یه دقیقه پیشم همینو اعلام کردیم درسته یاسر جان فقط میخواستم بدونین من حس خوبی ندارم ممکنه مورد امنیتی باشه مجوز بدین ورود کنم به منزل اینجا ایرانه میثاق نگرفتم مطلبو ایران با هالیوود فرق داره شما تازه کاری دنیا رو طور دیگه ای میبینی لطفا سر جات منتظر بمون تا آقای دکتر تشریف بیارن بله دریافت شد یاسر جان یاسر میثاق یک یاسر یاسر میثاق یک یاسر جان صدامو داری؟ میثاق یکم یاسر یاسر میثاق یکم چطوری؟ گفتی اسمت چی بود؟ هنوز نگفتم بیسیمت سالمه؟ آره مال من خشخش میکنه پرده گوشمو پاره کرد پارازیت روشه جا تو عوض کن بیا پایین یه دقیقه بشینم جات یه دقیقه جامون عوض کنیم دیگه یاسر یاسر میثاق یک یاسر یاسر میثاق یک یاسر جان صدای منو داری؟ میثاق یکم یاسر جان من مشکل رادیویی دارم پارازیت دارم صداتو ندارم صدای منو داری؟ یاسر جان میثاق یکم اگه صدای منو داری یه چیزی بگو من صداتو ندارم یاسر یاسر میثاق یک یاسر یاسر میثاق یک سلام علیکم اخوی سلام جانم باور تازه کاری؟ نه خیر قضیه اینه که وقتی یکی یه هویی پشتم در میاد حساس میشم همین امروز صبح مادرم پشتم در اومد یه وضعی شد که نگو نپرس مبتنی هستم مبتنی بر چی؟ مبتنی فامیلمه قربان از امروز در خدمت شما محمدزایی دیگه نمیاد؟ من از اون بهترم جانم باور خیالتون راحت خیر ایشان مبتنی جان اخوی بله جان باور اینجا ایرانه برادر من فیلم که بازی نمی کنیم بفرما اونور من برم سوارشم بله بفرما چرا همچین میکنی آقا جان؟ هی میچسبی من هی دست میذاری این ور هی دست میذاری اون ور عرض کردم فیلم که بازی نمی کنیم ای بابا بله جناب بابا دیگه دست نمیزنم یه خود تازه کار هستم ولی تو کارم خیلی واردم نگران نباشی بفرمی کوچیکه چی مبتنی؟
کوچیکم یعنی چی جلما بن؟ اسم کوچیکت عرشی ها هستم جلما. ولی از خودت خوشم اومد. چه خبر؟ سلامتیتون خیلی. ببین یه وقت خیال نکنی من از اون مدیرایی ام که هر وقت برسم به میز و مقام میخورم و میبرم و میکشم بالا ها. بله اتفاقا برعکس. نه خیر، من اینطوری نیستم. این پوشه قرمز رو ببین، این نشونه مردمداری منه. بله. من تا اینجاشو سالم اومدم بالا، حتی اگه روز وزیرم بشم بازم سالم میمونم. مفهومه؟ بله. دست به آچارت چطوره؟ دست به آچار یعنی دست به هفتیرم؟ نیوزم فرانسه مثلا بین الملل؟ با جان شلاقی شکنجه؟ پیچ مهره مثلا. خیلی رمزی میفرمید جناب باون، تازه کارم نمیگیرم مطلب. درس اول وقتی میای تو سیاست باید مطلب رو هوا بقاپی، خلاصه تلویحی غیر مستقیم، باید سیاسی حرف بزنی. برای اجراتن چون تازه کاری من مطلب مستقیم بهت میگم، ولی من بعد از این اشاره و کنایه. مفهومه؟ بله جناب باف. شیر دستشویی چکی میکنه بعد جوری رو مخبر، از پسش بر نیومدم. جناب باف این الان رمز و اشاره بود یا مستقیم؟ مستقیم. مال فاشرشه. مطمئنی؟ مبتنی تا مسلط نباشه به حرف نمیاد. بله بابا. یالا جان چیزه امیر جان، این آقا رو میبینی پشت من ایستاده؟ ایشون مبتنیه. مبتنی بر چی؟ اسم چی بود؟ عرشی آقا رو عرشی ها مبتنی چکه مال واشر بزن بیاد بالا تعمیرش کنه. میزنم ولی دارم میرم مدرسه. دو دقیقه بمون بعد برم. سرویس هم الان میرسه. امیر بابا اذیت نکن دیگه، به اون بیاد خارشو بکنه. بیاد ولی طول بکشه، من رفتم ها. طول نمیکشه، یه یالا بگو بیاد بالا. یه قرمز داریم یه آبی. آبی مال لولو و فاضلابه، قرمز برقی. به امیر بگو جعبه ابزار آبی رو بهت بده. صد مدل واشر توشه. یکی رو که خورندش بود بهش بخور اونو خلاص. بعدم به امیر بگو 12 تو هم بهت بده بابت آژانس تا اداره. پولو نگیری مدیون منی ها، گفته باشم. چرا باور؟ متاسفانه من نمیدونم. ضمناً این قضیه بین خودم و خودت محرمانه میمونه. درس که بکنه یهو میبینی انگ سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی به هم میزنن و خلاصه داستان سیاسی میشه. اینم که میبینی الان از شما به عنوان امکانات دولتی دارم سوء استفاده میکنم، در واقع به خاطر جلوگیری از هدر روی آبه. مرتفتی که بنده در خدمتم جناب باور، فقط به حکم وظیفه اجازه ندارم شما رو ول کنم به امان خدا. برای مسئولیت داره. میدونی که ناامنی همیشه در کمین مقاماته. وزیر با رئیس دولت جلسه داره. الان کلی معاون و مدیر کل منتظر منن، وگرنه میموندم تا بیای. برو دیگه. شرمنده. یعنی نمیری؟ برگشتنی درستش میکنه. امروز خانما خونم جلسه ریزگرد دارن. دیر میام. نمیشه. بمونه واسه فردا. فردا مثل امروز. فرقش چیه؟ شرمنده. نری فردا محمدزاده برمیگرد. یعنی اخراج؟ اگه نری نمیخوامت. بدون من اگه بریم وزارت حاجی اخراجم میکنه. تازه کاری آخه. یه حرفا نیست. جناب ماوه. شگون نداره روز اول کاری چیک چیک آبو بگیرم. حالا یه عمر وقت داری خدمت بکنی. برو دیگه دیرم شد. برو آفرین برو.
پریدی جلوم که چی؟ پیاده شد دستت بذار رو ماشین. محافظ اعتباری؟ هر کی هستم واسه خودم هستم. اسمت چیه؟ اسم خودت چیه؟ مبتنی. جدی میگی؟ آره دیگه. پیاده میشی یا چی؟ بازکاری؟ چجوری فهمیدی؟ بس که باهوشم. خیلی خوب باهوش. پیاده شو. بیا جلو. نمیام. بیا کارت دارم. چی کار داری؟ بیا تا بهت بگم. بیا. یه در گوشت بگم. خداییش؟ به جان عرشی ها این حقیقت. اگه اسمت هم عرشی هاست؟ دیگه هست دیگه حالا دیگه. برم من دیرم شد. با احتیاط برو. باش. کاری نهاری که برو. احتیاط برو. خدا. اینجا چی کار میکنی؟ دوزی یا تروریست؟ مال داعشی بدبخت؟ یکی دو دیگه تو هم بیار محافظا عباس آقا بده من آقای محافظاده بیا بده من اه چه آشنای شما کی هستی؟ نکنه همون چیزی آقای چیز کی بودی؟ متکی منتفی مالک چکی آبی دیگه درسته؟ امیر چرا نازش میکنی؟ بزن داغونش کن، بزنش! منم مرزی جان، ایشون مبتنی هستن. مبتنی بر چی هستن؟ آقای مبتنی، بابت چکی دستشویی تشریف آوردن. بچه شدی؟ ایشون هفتیر کشه. نه خیر بابا جون، اومده واشرمونو درست کنه. گول نخور بچه جون، واشر شلاقی میخواد نه هفتیر. محافظ باباست. جدی میگی؟ وای چه زایی شد. شرمنده و مبتنی، این خواهر من از این تیزهوشانه خنگه، داره دکتر میشه ولی تا غریبه مینه خیال میکنه دزده. امیر ادب لطفا،
ببخشید آقای محافظ، آدم الکی نباید هفتیر بکشه. ببخشید، من وقتی یکی پشتم در میاد یهو یه خورده حساس میشم. بله. سلام هرچی مامان. رفتی شدی پاسپون یه جایی؟ کی گفته؟ هرچی مامانو دست کم نگی، خودم آمارتو در آوردم، فهمیدم سکوریتی به کی میگن. نگفتم نرو سراغ حیم؟ حیم کدومه؟ از دیپلمه های سال 55 یکیو دارم که یه جایی شغل خوبی داره، زد تو کامپیوترش تو همه چیو در آورد. حالا هی واسه من چه خان پاخان کن، میگم پاسبون نشدم. الو، چی نشدی؟ پاسبون. الو. الو. هرچی مامان، پاسبون نشدم. گوشی دستت باشه. گفتی چی نشدی؟ پاسبون نشدم. چیکارم داشتی زنگ زدی؟ صبحیت به چی گفتم؟ گفتم به محضی که عاشق بشم بهت زنگ میزنم. حالا شدی؟ آره. یعنی تو بر نمیگردی خونه ها؟ دارم بر میگردم. چطور مگه؟ صد بار بهت گفتم مامان تو اسکول نکن. منم صد دفعه به شما گفتم اینجوری حرف نزن. خوبیت نداره، زشته. شب که برگردی خدمتت میرسم. کاری نداری؟ باور نکردی حرفمو؟ برو بچه، برو با همسن خودت شوخی کن. برو دیگه. هرچی ماما. خدافظ. هرچی ماما.